بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله و على آله و صحبه. اما بعد، در غزوه احد پیامبر صلی الله علیه و سلم اماکن مبارزه را مشخص نمود و هر کس را در جایش مستقر ساخت و عبدالله ابن جبیر را سرکرده تیراندازان در بالای کوه تعیین نمود و فرمان داد که موضع خود را به هیچ صورت ترک نکنند، حتی اگر دیدید که پرندگان آسمان ما را می‌خورند، یعنی ما را نابود می‌کنند، به هیچ صورت جایگاهتان را ترک نکنید ولو هر چه شود. سمعا و اطاعه، آنان این فرمان پیامبر صلی الله علیه و سلم را پذیرفتند. جنگ آغاز گردید، نبرد شدید شد و مبارزه اوج گرفت. سرانجام اهل ایمان پیروز شدند و مشرکین پا به فرار گذاشتند. هر چه داشتند به زمین انداختند. در این حال مسلمانان به سوی غنیمت شتافتند. حتی بعضی از زنانی که از مدینه خارج بودند فریاد می زدند غنیمت را جمع کنید و به کفار چیزی نگذارید. آنان در حال فرار بودند و مسلمانان غنیمت ها را جمع نمودند. تعداد از تیراندازان گفتند جنگ و پایان رسیده، از سر کوه پایان شویم، برویم و غنیمت جمع کنیم. اما عبدالله ابن جبیر گفت مکانتان را ترک نکنید، از جایتان جام نخورید تا رسول الله امر نکرده. بعضی از آنان به عبدالله گفتند چرا؟ نبرد به پایان رسیده. گفت این امر پیامبر خداست، ما اینجا را ترک نمی کنیم. بین تیراندازان موجود بر کوه رماد اختلاف آغاز شد، کوه خرد نزدیک احد. در نتیجه اکثر آنان پایین شدند و تعداد کمی روی کوه باقی ماندند. آنان را خالد ابن ولید از دور زیر نظر داشت. او با تعداد از اسب سواران مراقب بود و زمانی که تیراندازان پایین شدند، مشکل مشرکین تیراندازان بودند. این نقشه از ذکاوت پیامبر بود که آنان را روی کوه قرار داده بود تا مانع کفار شوند و این بزرگترین چالش برای مشرکین بود. خالد ابن ولید همین که دید تعداد زیاد آنان سنگر را ترک کردند، از عقب کوه حمله کرد و آنان را به قتل رسانید. نخست تیراندازان را به قتل رسانید، سپس به سوی مسلمانان که مشغول جمع‌آوری غنیمت بودند حمله کرد و قبل از همه به سوی پیامبر هجوم برد. در نتیجه بیشتر از 70 تن از اصحاب پیامبر به شهادت رسیدند. الله متعال در این مورد فرمود خدا به وعده‌ای که با شما نهاده بود وفا کرد، آنگاه که به اجازه او دشمن را می‌کشتید. یعنی در ابتدا شما آنان را می‌کشتید، آنگاه که به اجازه او دشمن را می کشتید، تا آنکه سست شدید و در کار جنگ و بر سر تقسیم غنایم با یکدیگر به نزاع پرداختید، و پس از آنکه آنچه را دوست داشتید به شما نشان داد نافرمانی نمودید. بعد از اینکه پیروزی و غنیمت را دیدید نافرمانی کردید، و پس از آن که آنچه را دوست داشتید به شما نشان داد نافرمانی نمودید. برخی از شما دنیا را و برخی از شما آخرت را می خواهد. سپس برای آن که شما را بیازماید از تعقیب آنان منصرفتان کرد و از شما درگذشت، و خدا نسبت به مؤمنان دارای فضل و احسان است. آیات طولانی است. چرا؟ چون اتفاق بزرگی افتاده بود. تفصیل فراوانی در آن است، از نگاه روانی و دنیا طلبی. و اگر تنها همین آیه را مورد غور قرار دهیم، درس و پند فراوانی دارد و چه خوب است در آن تأمل کنیم. پس از آن که پیامبر بر حوازن و ثقیف پیروز شد، پس از فتح مکه با پیروزی بر این دو قبیله غنیمت‌های فراوان حاصل شد. پس از آن تعداد از اصحاب آمدند و در مورد جامعه قیمتی که مفقود شده بود میپرسیدند. بعضی میگویند در غزوه بدر و تعداد دیگر میگویند در فتح حوازن مفقود شد. در این حال منافقین شروع به سخن پراکنی نمودند و میگفتند ممکن آن را پیامبر به خود گرفته باشد. آنان منافق بودند و میخواستند به پیامبر تهمت ببندند. میگفتند ممکن پیامبر به خودش گرفته باشد. چطور ممکن است رسول الله چنین کند؟ این غنیمت ها همان گونه که خداوند امر کرده توزیع گردیده است. تقسیم غنیمت ها بر اساس فرمان نازل شده از جانب خداست. الله متعال در این مورد فرمود و هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد، و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید. و در خیانت نیز روزی از روزها پیامبر با اصحابش در نزدیک مقبره بقیع قدم می زدند.
از مقبره گذشت و صحابی با او بود. سپس گفت وای بر تو، وای بر تو. پرسید چی فرمودید ای رسول خدا؟ پیامبر به راه خود ادامه داد در حالی که می فرمود وای بر تو، وای بر تو. پس از آن که از مقبره بیرون شدند او گفت ای رسول خدا، مخاطبتان من بودم؟ صحابی در ترس بود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند نه، من بر قبری گذشتم که به خاطر خیانتی که صاحبش مرتکب شده است آتش گرفته بود. سرقت از غنیمت چیزی دیگر است که به نام غلول یاد می شود. غلول آن چیزی است که از غنیمت دزدی شود. غنیمت مطابق فرمان خدا توزیع می گردد. آنچه از خدا و پیامبر است در بیت المال گذاشته می شود و به مجاهدین نیز به اساس تلاش زحمت کشی هایش مطابق امر خدا تقسیم می گردد. این مرد چیزی را مخفیانه از غنیمت گرفته بود و به خاطر آن در قبر تعذیب می گردید به سبب خیانتی که مرتکب شده بود. روزی از روزها گفتند فلانی شهید است و فلانی شهید است. زمانی که به یک مرد رسیدند و خطاب به پیامبر خدا گفتند فلان شخص شهید است، پیامبر فرمود نخیر، او به خاطر خیانت در غنیمت تعذیب می شود و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده است حشر می شود. پس از غزوه احد صحابه به تنگ آمدند. چطور چنین اتفاق افتاد؟ در حالی که در میان ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است، 70 صحابی شهید شدند، انسانهایی که مثل دیگران نبودند. سعد بن ربیع، انس بن نظر، حمزه چه شخصیت والایی داشت. رسول الله مجروح بود و دیگران مجروح و شکسته و افسرده بودند. صحابه به تنگ آمدند و گفتند ای رسول الله، چطور چنین چیزی اتفاق افتاد؟ این نخستین شکست آنان بود. سال سوم هجرت، سال دوم در بدر پیروز شدند، اما در سال سوم شکست خوردند. تقریبا شکست، نخست پیروز شدند سپس شکست خوردند. الله متعال فرمود آیا هنگامی که آسیبی به شما رسید، آیا هنگامی که آسیبی به شما رسید که شما خود دوچندان آن رسانده بودید؟ چطور دوچند؟ در بدر مسلمانان 70 تن از کافران را کشتند و 70 تن دیگر را اسیر گرفتند. در احد مشرکین 70 تن را کشتند. یعنی شما چند تن آنان را کشید و اسیر گرفتید؟ 140 تن. مثلی ها یعنی دو چند آن را. و آیا هنگامی که آسیبی به شما رسید که شما خود دو چندان آن رسانده بودید؟ گفتید این آسیب از کجا رسید؟ چطور چنین چیز اتفاق افتاد؟ در میان ما رسول الله هست، ما بهترین مردم هستیم، دین ما بر حق است، ما قرآن میخوانیم و وحی با ماست، ملائک با ماست. ببینید درس الهی را. بگو از جانب خودتان بود. به خود نگاه کنید، آنگاه دلیل را می دانید. دلیل اصلی خودتان هستید. چطور ما دلیل شکست هستیم؟ از تیراندازان بپرسید که چه کار کردند. خوب، تیراندازان کمتر بودند و صحابه تعدادشان زیاد بود. بله، همین تعداد کم باعث شکست کلی شد. کشتی را دیدید؟ اگر کسی آن را سوراخ کند همه غرق خواهند شد. این نافرمانی را اگرچه تمام تیراندازان مرتکب نشده بودند، بعضی از آنان در حال دفاع جان باختند، اما آنانی که پایین شدند باعث شکست همه شدند. بگو از جانب خودتان. هر آینه خدا بر هر چیزی تواناست. این درس برای همه است تا قیام قیامت. این کتاب خداست و به تمام زمانها و مکانها مفید است.